فصل 25. در آن روز پادشاهی آسمانی مثل 10 دختر جوان خواهد بود که چراغ‌های خود را برداشته به استقبال داماد رفتند. 5 نفر از آنان دانا و 5 نفر نادان بودند. دختران نادان چراغ‌های خود را با خود برداشتند ولی با خود هیچ روغن نبردند. اما دختران دانا چراغ‌های خود را با ظرف‌های پر از روغن بردند. چون داماد در آمدن تأخیر کرد، همگی خوابشان برد. در نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که می‌گفت: داماد می‌آید، به پیشواز او بیایید. وقتی دختران این را شنیدند، همه برخاستند، چراغ‌هایشان را حاضر کردند. دختران نادان به دختران دانا گفتند: چراغ‌های ما در حال خاموش شدن است، مقداری از روغن خودتان را به ما بدهید. آنها گفتند: خیر، برای همه ما کافی نیست. بهتر از شما پیش فروشندگان بروید و مقداری روغن برای خودتان بخرید. وقتی آنها رفتن روغن بخرند، داماد وارد شد. کسانی که آمده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد. بعد که آن 5 دختر دیگر برگشتند، فریاد زدند: ای آقا، در را به روی ما باز کن. اما او جواب داد: به شما میگویم که اصلاً شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید. پادشاهی خدا مانند مردی است که میخواست سفر کند. پس غلامان خود را خوانده، تمام ثروتش را به آنان سپرد و به هر یک به نسبت تواناییش چیزی داد. به یکی 5 کیسه زر، به دیگری 2 کیسه و به سومی 1 کیسه. و پس از آن به سفر رفت. مردی که 5 کیسه زر داشت، زود رفت و با آنها تجارت کرد و 5 کیسه زر سود برد. همچنین آن مردی که 2 کیسه زر داشت، 2 کیسه دیگر سود آورد. اما آن مردی که 1 کیسه زر به او داده شده بود، رفت و زمین را کند و پول ارباب خود را پنهان کرد. بعد از مدت زیادی، ارباب برگشت و با آنها به تسویه حساب پرداخت. کسی که 5 کیسه زر به او داده شده بود آمد و 5 کیسه ای را هم که سود برده بود با خود آورد و گفت: تو این 5 کیسه را به من سپرده بودی، این 5 کیسه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت: آفرین ای غلام خوب و امین، تو در امر کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی. من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در شادی ارباب خود شریک باش. آنگاه مردی که 2 کیسه زر داشت آمد و گفت: تو 2 کیسه به من سپردی، این 2 کیسه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت: آفرین ای غلام خوب و امین، تو در کار کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در شادی ارباب خود شریک باش. سپس مردی که 1 کیسه به او داده شده بود آمد و گفت: ای ارباب، من می دانستم که تو مرد سختگیری هستی. از جایی که نکاشته ای درو می کنی و از جایی که نپاشیده ای جمع می مایی. پس ترسیدم و رفتم و طلای تو را در زمین پنهان کردم. بفرما، پول تو اینجاست. ارباب گفت: ای غلام بد سرشت و تنبل، تو که می دانستی من از جایی که نکاشتم درو می کنم و از جایی که نپاشیدم جمع می کنم، پس به همین دلیل می باید پول مرا به صرافان می دادی تا وقتی من از سفر بر می گردم آن را با سودش پس بگیرم. کیسه زر را از او بگیرید و به آن کس که 10 کیسه دارد بدهید، زیرا آن کس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. این غلام بیفایده را به تاریکی بیندازید، جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. وقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان می آید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملل
روی زمین در حضور او جمع می شوند. آنگاه او مانند شبانی که گوسفندان را از بزها جدا کند، آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. آنگاه پادشاه به آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافتید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید، هنگامی که غریب بودم مرا به خانه خود بردید، وقتی عریان بودم مرا پوشانیدید، وقتی بیمار بودم به عیادت من آمدید، وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردید. آنگاه نیکان پاسخ خواهند داد: ای خداوند، چه وقت تو را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم؟ یا کی تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم؟ کی غریب بودی که تو را به خانه بردیم؟ یا برهنه بودی که تو را پوشانیدیم؟ کی تو را بیمار یا محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم؟ پادشاه در جواب خواهد گفت: بدانید، آنچه به یکی از کوچکترین برادران من کردید، به من کردید. آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. زیرا وقتی گرسنه بودم به من خوراک ندادید، وقتی تشنه بودم به من آب ندادید، وقتی غریب بودم به من منزل ندادید، وقتی برهنه بودم مرا نپوشانیدید، و وقتی بیمار و محبوس بودم به عیادت من نیامدید. آنان نیز جواب خواهند داد: کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا عریان یا بیمار یا محبوس دیدیم و کاری برایت نکردیم؟ او جواب خواهد داد: بدانید، آنچه به یکی از این کوچکان نکردید، به من نکردید. و آنان به کیفر ابدی خواهند رسید، ولی نیکان به حیات جاودانی وارد خواهند شد.